اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. شهر من شهر سر بود و سرو، شهر یاس همیشه اطرالو. ره به شمران چو می زدم تجریش، باغ رضوان به پیش هایم. صرفها در حضور گنجشکان نغمه سازان سرفرازم بود. شهر من شهر گل عذاران بود، همه سو جلوه بهاران بود. شب که می شد به روی سفره دل، می ناب و حضور یاران. دیده در آفتاب رقصان بود، کوه البرز رمز ایران بود. صبح تهرانیم شمیمش یاس، زعفرانیش گلستان بود. جمعه ها با قطار دودی شهر دست در دست مادر و خواهر، باغ توتی و عطر ریحانش، نان داغ و کباب ظهر پدر. هم عزای حسین معنا داشت، هم شبش شور عشق برپا داشت. عید نوروز جشن گلها بود، یاس و میخک شکوه جانها داشت. لشکر رهزنان حوزه رسید، شهر من بی خبر از این بیداد. سر بریدند و کوچه ها پر شد وای از داغ مادران فریاد. این سلاپاش زشت نکبت بار نیز شهر عزیز سربردار. زاسمان مرگ و درد میبارد، کی به پایان رسد چنین ادبار. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 8 ژوئن 18 ماه خرداد. به شما سلام میکنم. عجب خردادی. گفتن هوا 38 درجه بود تهران. گفتن کجا هستید؟ باید میمدید نرگس بانوی محمدی رو میدید و دوستانشون در خوزستان در میزدند و خانه داغداران رو سراغ میگرفتند و تسلا میدادن خانواده هایی که دست گلهاشون رو رژیم پرپر کرد. دوست عزیز ما حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، هم با او همراه. با سلام به او سوال میکنم چه خبر بود خوزستان؟ عرض سلام دارم خدمتتون آقای نوری‌زاده و بینندگان عزیز. خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما هستم. تصمیم خیلی با برنامه نبود، بلکه شاید میشه گفت یک حس و یک از وجدان معذبی بود که سرکار خانم محمدی، دختر عزیز من، خواهر عزیز بنده، این حس رو داشت و بیتاقتی و بیتابی شدیدی از خودش نشون میداد که این کشته های آبان که الان دارن آمارهاشون هم باز بیشتر شده و آقای کاوه مدنی بعد از اون پالایشی که از آمارهای فوتی بیرون میدهد ظاهرا به چند هزار میرسه. این مسئله سبب شد که ایشون اصرار کنه که چون خوزستان جایی بود که شاید پرتلفات ترین
مردم معترض ما اونجا داشتیم، ما به مناطق بسیار محروم، منطقه ای که من خودم بچه خوزستانم، ثروت ایران، ثروت ایران زمین اونجا خوابیده و اون مردم بچه کجای خوزستان نمیدونستم بچه کجایی. من بچه اندیمشکم، قبلا هم گفته بودم فکر کنم در این برنامه، من بچه اندیمشکم، ورودی اندیمشک. من الان نزدیک به 23-24 ساله اومدم تهران و باور بفرمایید اگر باز شرایطی یعنی فراهم بشه باز برمیگردم به همون خوزستان همیشه سوزان خودمون. گرمای 50-50 درجه ما اونجا پخته شدیم، زندگی کردیم و در این اوج گرمایی که در تهران شما میفرمایید 38 درجه، در اونجا واقعا بالای 50 درجه بود و خوزستان رو تعطیل کرده بودن. به هر حال با به برخی از مناطق عرب نشین و حومه های شهر اهواز رفتیم، با برخی از خانواده ها که تا وحشت از این داشتن چون کسی سراغشون نرفته بود به جز حکومتی ها برای بازداشت، برای پیگیری، برای سرکوب. احیانا ما رفتیم اونجا، برخی ها نمیشناختن ابتداعن و برخی خانواده ها حتی وحشت میکردن از اینکه نگونه ما، خب ما یه خانم همراه ماست، ما هم که اصلا سروزمون به تیپای حکومتی نمیخوره. بعد که شناختن به خصوص خانم سرکار محمدی رو، برخی هم از جوانانشون که من رو شناختن متوجه شدن که نه واقعا ما از به اصطلاح اونا نیستیم و آمده ایم که باشون همدردی بکنیم و صدایشان باشن. خصوصاً خانم نرگس محمدی که به هر حال الان در قد قامت یک چهره ملی چه بخواهد، من بهش گفتم در هواپیمایی که برمیگشتیم، گفتم چه بخواهی چه نخواهی شما در حد قد قامت یک چهره ملی بالا اومدی و این وظیفه ایه. نرگس خانم هیچ وقت دنبال کاریزماهای مصنوعی نبوده، هیچ وقت به دنبال این نبوده که دیده بشه و اساسا تلاشی برای دیده شدن نمیکنه و میان سراغش، اگر رسانه ها هم که میان سراغش به اجبار تو تله میندازنش، یعنی داره کار خودشو میگیره، عشقی که به مردم سرزمینش داره. یه نکته همی جان که به نظر من خیلی راجع به نرگس بانو قابل تأمله که انگوش روش گذاشتی، این که دنبال جنجال و سر و صدا و مشهور شدن در سطح بین‌المللی نیست. به نظر من یک اون کاریزمایی که ازش صحبت میکنی یک کاریزمای فطرتاً کاریزماست، بلفطرست، برای که وقتی حرف میزنه آدم گوش میده یک ذره عدم صداقت رو حس میکنه، خلوص مطلق و جان گذاشته فدا سر این کار و زندان شکنجه برو بیا دوری از خانوادش اصلا براش دیگه اهمیتی نداره. همین تو 55 درجه پاش آدم بره خوزستان احوال خانواده های شهدا رو بپرسه، درود بهش میفرستم، آفرین، واقعا بانوی ایرانی رو همیشه سربلند بود، سربلندتر کردی و چقدر کار قشنگی بود. خب در پایان آیا این خانواده ها پذیرفتن که بالاخره کسانی در وطن هستن که بیادشون باشن و دنبال کارشون باشن؟ بله بله، خصوصا مردم عرب که خب فارسی هم خیلی نمیدانستن برخی از خانواده هاشون، وقتی دیدن و مریم و خانم مریم خانم نرگس محمدی رو شناختن، وقتی حالا من که خودم اصلا واقعا از خجالتی اصلا اون بر بودم وای نمی‌سادم، شناختن، گریه ها کردن و به هر حال فکر میکردن ایشون مثلا قدرتی تفلی داره که بتواند مثلا دادخواهی بکنه و حق این خانواده های ستمکش رو بده، ولی خب همین آمدنش و اظهار همدردیش و گریه های بیشماری که مادران و خواهران در بغل ایشون میکردن و ایشون گریه میکرد و اون بغضی که خود ما هم داشتیم، همه اینها به اصطلاح نشون داد که مردم واقعا قدر زحمات کنشگران ملی و کنشگران واقعی و انسانی یا خودشون رو میدونن. در بهبهان در اون گرمای شدید بالای 50 درجه با
روز جمعه صدها نفر سر قد وقتی فهمیدن که سرکار خانم به بانو تشریف آوردن آمدن و اونجا گفتگو کردن باش، کلیپ تهیه کردن، گزارش و به شبکه‌های اجتماعی رفت، به برخی از تلویزیون‌های خارج از کشور هم پخش کردن و اونجا ما دیدیم که چقدر جامعه اولا احساس یعنی یادشون نمیره اون پایوران و اون فعالینی که جان در کف گذاشتن و دارن فعالیت میکنن و به خصوص چهره کاریزمایی که نرگس داره از خودش و یک دختر معصوم، یک خانم معصوم، یک خانم، یک مادر که دو فرزند خودش رو گذاشت و الان 8 سال رفت زندان از شوهر دور، اما در این حال بازم الان حکم 3 سال و نیم براش بریدن، اما باز بیتابی های خودش رو، فعالیت های خودش رو پایین نذاشته، فتیله رو پایین نکشیده، بلکه شدت بیشتری هم بهش دادن. ما زمانی که وارد خوزستان شدیم دو احتمال میدادیم که یا ما رو برمیگردونن از همون فرودگاه، یا اینکه به هر حال بازداشت میشیم، یا اینکه حداقل تجهیزات مثلا موبایل و این چیزا مدارکمون رو میگیرن. به هر حال آماده هر برخوردی هم ما بودیم، ولی ما واقعا برای اختشاش که نرفتیم، برای دلجویی رفتیم، برای اینکه بگیم از طرف نهادهای مدنی، بگیم از طرف برهار نیروهای ملی که بابا هستن کسایی که میخوان حقوق شما را اعاده بکنن، به فکر شما هستن، جامعه مدنی ایران به فکر شما هست. همون سرکوبی که به یک نوعی شما شهدای زیادی از خانواده‌ها شما گرفته شد، همین فشار روی ماها هم هست، ولی علارغم همه این مسائل ما میخواستیم بگیم که هستیم، میخواستیم بگیم که هیچ چیز نمیتونه پیوند بین مبارزین ملی و فعالین ملی رو از مردم و فعالین مردمی رو از مردم بتونه جدا بکنه. نرگس چه در زندان باشه چه در بیرون باشه، نرگس محمدی است و فخر ایران زمینه و دلش و قلبش برای تمام محرومین، فرودستان، کارگران، زحمتکشان، بی خدایان، با خدایان، بهائی ها، کمونیست ها، سنی ها، برای همه میتپه و میتواند مادر ایران باشه. یعنی باید گفت مادر بانوی ایران باشه. من دیگه نمیخوام بیشتر بزنم که ایشون بعداً با خود منم دعواش بشه. نه درود بهش میفرستم، کاملا آشکار خدمات زحماتش، ایثارگری هاش، درود بهش میفرستم. بریم سر انتخابات. من مناظره امروز رو دیدم تا بخشایش که برنامه شروع شد، برنامه زنده، و مناظره قبلی رو هم کامل دیدم، حتی بخشایی هم که راجعش بود شنیدم. بعضی از بخشا خیلی پرت بود، مثلا طرف ها تو باغ نبودن، ولی خب بعضی ها متوجه قضیه شدن. اولا میخوام ارزیابی خودت راجبه مناظره ها بدونم، چگونه نگاه کردی به این مناظره ها، به سبزوار رضایی ملقب محسن بوتاکس زده در سر و صورت و ابرو و چشم، به آقای رئیسی لالمونی گرفته و دیگرانی که در بازی بودن، خودت نظرت چیست؟ مناظره اول که واقعا نشون داد که اولا یه حدود قرمزی دارن، ولی اون حدود قرمز تا حدودی شکسته شد، اما به قدر این مناظره اولشون سخیف بود که حتی برای کمپین‌های انتخاباتی که خودشون دارن، نیروهای ستادیشون، اتاق فکرشون، نتوانستن شعاری رو تدارک ببینن که جامعه مخاطب خودشون رو حداقل یک شوکی بدن. به نشون داد که سطح نازل مباحث چقدر اونجا خودشون نشون داده و نشون داد که جمهوری اسلامی چقدر از ذخیره دانایی ملی فارغ شده و کوتاه. اصلا چه حالا بس شما آقای سبزوار رو کردید، آقای سبزوار، آقای ماتیرا محمد مالزی رو کرد مالزی، با مخابراتش فقط شروع کرد که الان یک کشور پیشرفته ایه، 90 خورده ای سالش این پیرمرد دوباره شده اونجا رئیس دولت. چه نیازی هست که تو بخوای بوتاکس بکنی؟ فکرت چیه؟ آقای رئیسی شما 7000 صفحه
کتاب میاری میگی من برنامه دارم، تا یک ماه پیش میگفتی که من قصدم این نیست بیام تو انتخابات. اگه میخوای با فساد مبارزه کنی، اگه میخوای عدالت رو حاکم بکنی، جاش همون قوه قضاییه بود، نه قوه مجریه. آقای رضایی که 10,000 صفحه کتاب نوشته، آقا هر کجای جهان میری رئیس جمهورا کاندیداها 10 صفحه فقط مطالب روس مهم رو نوشته، یکی دو تا میذارن پشتش. این نشون دهنده که اون برنامه نیست، اون برنامه برای اجرا نشدنه. اون مناظره اولش، در مناظره دوم هم واقعا چیزی که شما فکر بکنید، یعنی خصوصا حالا ببینید اگر آقای میرعلیزاده به بازه اتفاقی براش نمیفته، آقای سبزوار که سر جاشه، برمیگردم اون مجمع تشکیل سمسته. خب آقای رئیسی، شما که به قول خود آقای میرعلیزاده 6 کلاس سواد داشتی، بعد رفتی حالا دکترای چیزو تو گرفتی، اولا به ما بگو که این دکترا تو حین خدمت اگه گرفتی که جرم بوده، طبق قانون خود جمهوری اسلامی جرم بوده، شما حق نداشتید در جایی که پست کلان ملی داشتی بی اونجا درس بخوای بکنی. اون درس به درد چی میخوره؟ دکترای فقه تو به چه درد میخوره؟ به چی درد جامعه امروز ما میخوره؟ آقای آصفی ببخشید، آصفی عزیز، آقای محسن رضایی اتفاقا اشاره کرد مثل که آقای عبدالناصر همتی، آقای محسن رضایی استادا رو میرفتن با پسگردنی برمی داشتن میوردن تو دفتر ایشون که استادا اونجا بهشون نمره بدن یا امتحانشون بکنن، واقعا شرم‌آور. بعد آقای رئیسی دکترا گرفته از مسجد سپهسالار، اینجی یک دونه از این حوزه ها بود که آخوندا میرفتن توش شرح اللومه بخونن و ضرب از زیدون امرن، بله، و حرف اله سب و بد ای طلب واو و یا و الف منقلبه، اینو کارشون بود از صبح تا شب تو سرگل. حالا اونجا دکترا میده، بعد جالبه در یک روز ایشون و دخترش دکترا میگیرن، تزشون هم یکیه. من دیروز عکسها رو پخش کردم، همه مردم مشاهده کردن. و چه اصراری دارن اینا که بگم ما دکتریم، خیلی اصرار عجیبی دارن. میفرمایید ببخشید. بعد وضعیت این نشون داد که سطح بحث ها و سطح مناظرات به شدت سخیف و تقلیل یافته و گرت برداری، بحث هایی هم که میکنن یا حرف هایی هم که حالا آقای همتی به دلیل اینکه به هر حال یک بوروکرات، یک تکنوکرات بوده، تحصیلاتی داشته، در اجرا بوده، یه مقدار فنی‌تر میتونسته صحبت بکنه. گون که البته ایشون هم سرجم جمعش بکنید، یعنی طیف کارگزاران و طیف تکنوکرات ها و بوروکرات ها این کشور رو به اینجا رسوندن. اما در قیاس با خود همین ها، خب باز آقای رئیسی شما کجا یک استان رو نتونستی تا حالا، یعنی نشده تجربه حتی یک استانداری رو نداری، تجربه یک مامن وزیری رو نداری، به چه جوری به خودت این اجازه رو داری؟ اولا توجیه کنید که قوه قضاییه مگر محل مبارزه با فساد و اجرای عدالت نیست؟ حتی عدالت اقتصادی اگر دستگاه های زیر رب با یک برنامه و سیاست های اقتصادی کشور رو به شدت ضریب جینی رو بالا میبرن و طبقاتی میکنن، ورود قوه قضایی سازمان بررسی کلی کشور میتواند جلوی این مسئله رو بگیره، جدا حالا از نهادهای نظارتی اگر کشور دموکراتیک بود. اگر منتها با همین هم که ادعا میکنید که میخواید عدالت را بیاورید جلو رانت رو بگیرید، دروغ داری میگید. شما در این قوه قضاییت هست، این همه اتفاقات افتاده، میخوای بیاید تو قوه مجریه جلوش رو بگیری یا اینکه میخوای اونجا تولید رانت بکنید، تولید رانت بکنید. و من فکر میکنم این انتخابات، آقای دکتر نوری‌زاده، این رو اینجا با هم عهد میبندیم با مردم، قول میدهیم به مردم، بنده خودم، این من ناچیزترین فردی که اینجا هستم، قول میدم که یکی از بیروحترین و بیفروخترین و در یک تحریم گسترده جامعه داره میاد برای انتقام سیاسی، میاد که رأی نده، میاد که تحریم بکنه، میاد که تو دهن این حکومت بکنه که آقا تمام شد، ظرفیت شما، بضاعت شما، هر اون چی که هنر داشتید، یه جوری هم وای میسن این 8 نفر مناظره میکنن که انگار از کره مریخ اومدن،
شما 42 سالی کشور رو اداره کردی. در کربلای 4 آقای محسن رضایی 40,000 جوان محرم داد بکشتن. بعد اومد چند دو سال پیش 3 سال پیش گفت که این عملیات فریب بود که خود سردار سلیمانی دادش در اومد. آقا این چه طرز حرف زدنه؟ 40,000 جوان دست گل دادید بکشتن. شما آقای خمینی می‌خواست ایشون رو اعدام کنه، ایشون رئیم صفوی و جعفری اینا قرار بود اعدام بشن، رفسنجانی جورشون گرفت. این روشن آدمی که خیانت کرده 40,000 کشته دیده 4 دوره میاد میشه به عنوان نامزد رئیس جمهور. ببین من نکته های رو دقیق اینجا میبینم، نمیخوام بگم که آقا ماها تافته جدا بافته، ما همه چی رو میدونیم، ولی اگر آدم به اندازه بگم مثلا در روز 1 ربع وقتش رو بذاره برای 2-3 ماه ارزیابی کنه اقتصاد کشور. زنده‌یاد دکتر فرابخش میگفت روزی کشور نجات پیدا میکنه که اقتصاد محور بشه، یعنی کاری که چینی ها کردن، کاری که در زمان شاه فقید انجام شد. میگفت ما سیاست محوریم و ایدئولوژی محور و این دو پدر ما رو در آورده، چون این آقایون نه هیچی از سیاست میدونن نه هیچی از ایدئولوژی. کسی که فقه خونده که ایدئولوژی نمیدونه، ولی اقتصاد محوری. حالا چون شنیدن اقتصاد محور، آقای محسن رضایی به قول شما میاد 10 کتاب ارائه میکنه. نه، اقتصاد محوری یعنی شما الفبای اقتصاد رو بدونید. اقتصاد مبتنی بر رانت به هیچ جا نمیرسه، اقتصادی که دست مافیاست به هیچ جا نمیرسه. مافیاهای متعدد در سپاه، مثلا آقای نامزدها 1 کلمه راجع به سپاه حرف نزدن. آقا میشه همچی چیزی؟ فقط یک آقای عبدالناصر همتی یقه محسن رضایی رو گرفت که حالا محسن رضایی هم گفت ولی اشاره کرد که این جانبازان و اینا در صحرا و در محراب ما چنین کردیم و شما کردیم. نه، نتیجه از اون بود که آقای خمینی میخواد شما رو بکشه. مردم چجوری با این مناظره ها برخورد کردن؟ به هر حال روزنامه‌نگاری تحلیلگری با مردم تماس داری، پاشتی رفتی خوزستان، مردم چی اصلا براشون اهمیتی داره یا نه؟ نکته رو من ابتدا بگم خدمتون در موضوع اقتصاد سیاسی کشورهایی که حتی مثل چین که یه ایدولوژی سهولار اونجا حاکمه ولی یه حکومت بسته است، کشور رو توانستن قدرت دوم جهانی بکنن و در همون شیلی که پینوشه کودتا کرد اجازه نداد نظامی ها وارد اقتصاد بشن. نظامی ها رو به کار میگرفت در جاده سازی، در خیلی جاهای دیگه درجه ای بهشون میداد، نهایتاً یه اضافه حقوقی بهشون میداد. به هر حال همون اقدامات اقتصادی پینوشه سبب شد که در دام نیروهای لیبرال و دموکراتیک قرار بگیره و نهایتاً تن به انتخابات آزاد بده. جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، چه تفکر توسعه. من با راند اینجا با عرض معذرت، ما دو تا مسئله داریم که اینه داگلاس نرسون در کتابش اوورده، تو 50 کشورم بالای 50 کشورم اینو اجرا کرده، که آقا تبدیل رانت منفی به مثبت اشکال نداره. در ژاپن هم خاندان ها حکومت میکردن، در کره جنوبی هم خاندان ها حکومت میکردن، ولی تبدیل کردن رانت خوری رو از رانت منفی به رانت مثبت، رانت تولید آور، رانت صادراتی، رانت اشتغال زایی. اینا رو شما میکنید یا فقط دزدیه منابع کشور رو غارت بکنید، بفروشید، بخشش رو به مردم بدبخت بدید، بخشش هم بالا بکشید. در نگاهی که الان جامعه شما از من میپرسید، این رو من مرکز چیزی نداریم که الان بگیم، ولی به اون حس شهودی، اون حس دیداری و اون چیزی که آدم از سطح جامعه میتونه حرارت رو ببینه، میزان حرارت چیز ببینه، مناظره اول اون 18% مرددین رو با بعد از تصویر شدن آقای احمدی نژاد و بعد مانوری که رو آقای لاریجانی شد، خب این مرددین 10%شون اومدن به سمت تحریمی ها و اونجا یه دست اصولگرایانی که حالا زیادم رو نیستن مثل آقای احمدی نژاد به زعم آقایون، گفتن ما میریم رأی سفید میدیم. آقای خامنه‌ای دست پاچه شد آمد به صحنه گفت رأی سفید، فتوا داد که رأی سفید
حرام است. اینها همه نشان دهنده بحران مشارکته، نشون دهنده اینه که تحت هیچ شرایطی دیگه به جز اون اخشاری که سنتاً و هنوز در یک جسارتاً در جهل مرکبی که ممکنه باشن امیدوارن که از این سیستم بشود یک اعتقاداتی به هر حال دارن، یک اتفاقات مثبتی به نفع جامعه بشه، جدا از اونایی که منافعشون گیره، اکثریت مردم به سمت تحریم بزرگ ملی در پیش دارن. تمام کمپین‌های تحریم و نه به جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفت کمپین‌های موفقی بودن. در سطح جامعه اصلا کسی نمیدونه روز انتخابات کیه، اصلا کسی دقت نه، یعنی توی محافل خصوصی در فضای مجازی اصلا بجز جوک، بجز اینکه بخوان طنزی بگن، بجز اینکه بخوان تخته بکنن، چیزی رو ما مشاهده نمی‌کنیم. یعنی این مناظرات سطح ذخیره دانایی نظام جمهوری اسلامی، اون دانایی ملی که باید داشته باشه، سطحش همینا بودن که نشون دادن که جامعه تا دلت بخواد برای اینا طنز و جوک و لطیفه درست کردن و روز انتخابات کمتر کسی خواهد بود که اگر عرقی از شرف ملی داره، عرقی از ایرانیت داره، بخواد پاش از خونه خودش بیرون بذاره، بخواد در صندوق رای بره، حتی برای بازدید. به هر حال اینا دوربین دارن. یه نکته رو که دارم میخواد بگم، تحریم انتخابات تنها کار مثبتی است که رژیم نمیتونه تو رو بابتش محاکمه کنه، بگیرتت، مؤاخذت کنه. تو خونه نشست، جای دیگه نیست، تو خونه. و در خانه نشستن شرافت ایرانی رو حفظ کردن. ما الان در یه برهه تاریخی قرار گرفتیم، این آقایون توفه ها اینا شدن نامزدهای انتخاباتی ما، یعنی سال به سال دریغ از پارسال. اینا حتی به قالیباف و لاریجانی اجازه ندادن تو انتخابات شرکت کنه. اجازه بدید درنگ کوتاهی کنیم، برگردیم ببینیم اگر اونا لاریجانی، قالیباف، اینا در انتخابات بودن میتونست تغییری و تأثیری داشته باشه یا نه. مردم تصمیم خودشون رو گرفتن. با ما باشید. با درود دوباره، چقدر زیبا شعر تورج نگهبان، نازنین تورج، همایون خرم آهنگ، مرضی بانو خوانده بود و حالا دکتر یارا دانشور، دکترای آواشناسی داریم. حمید خان میبینی گذشته هامون همش قابل تقدیر و افتخار و احترام. الان شعر مرضیه رو در نوبت دومم میشنوی، زیباست. شعر تورج و آهنگ خرم. چه کردن، چه بر سر ما آمد. باری فکر کنیم، حدس بزنیم که اینا قبول کردن که آقای لاریجانی باشه، آقای جهانگیری باشه، احتمالاً قالیباف باشه و حتی احمدی نژاد هم باشه. تغییری در وضع انتخابات و نوع نگاه مردم به این انتخابات میکرد، اینجور که تو جامعه داری میبینی و حس میکنی؟ خب ببینید، ما یه جناحی بود که در این 20 سال اخیر با گفتمان سازی و تولید حراس و دوگان سازی هایی بود که ایجاد میکردن، استاد جنگ های روانی بودن، مردم رو به هر حال از دوره آقای خاتمی آوردن تا دوره آقای روحانی تو صحنه. مردم رو که میگم همه مردم نیست، نیمی از مردم تو تحریم بودن همیشه و این دوره ها، و خصوص دیگه بعد از آقای خاتمی. من به خود بزرگان اصلاح طلب اینجا میگفتم، گفتم شما جای دور میرید، خود آقای خاتمی هم بیاد تو این انتخابات دیگه رأی نمیاره و شما بین به کشیده شدن ابتذال و شکست، حداقل شکست رو قبول کنید و از صحنه بیرون بروید. الان زمزمه هایی هست که بیان پشت سر یکی از این کاندیداها، حالا یا میرعلیزاده یا آقای همتی، بیشتر همتی، خصوصا کارگزاران سازندگی دنبال این قضیه هستن، چون میخواهند کناری سفره انقلاب باقی بمانند و از سفره انقلاب بخورن. ریز راند هاشون هم اینقدر هست که حداقل برای یک قرن، دو قرن حداقل زندگیشون به راحتی بچرخه.
آقای احمدی نژاد اگر آقای خامنه ای به هیچ وجه اعتقادی به این قضیه نداره و اساسا این ساختار نگاه امنیتی که در جمهوری اسلامی هست اجازه نمیده یک کاندید بیش از دوبار یه چهره بیش از دوبار بیاد، حالا میخواد آقای خاتمی باشه، میخواد آقای هاشمی باشه که نگذاشتن، میخواد آقای هر کس، آقای احمدی نژاد باشه. اما اگر آقای احمدی نژاد در اون شرایط فرضی شما میگفتید میامدن به صحنه، با توجه به شعارهای یک همین الانش هم یک رقابت پوپولیستی هست، احمدی نژاد اگر میامد به صحنه با توجه به اینکه به طور واقعی ما نمیخوایم غیر منصفانه هم قضاوت بکنیم، ایشون یه شجاعت‌هایی شاید از روی جهل من نمیدونم یه شجاعت‌هایی داره، به هر حال حرفایی رو میزنه از یک خط قرمزهای عبور میکنه، ولی رفتار ساختار شکنانه اینو از خودش نشون نمیده، ولی در همون بحث گفتار درمانی باز احمدی نژاد شاید خیلی حرفایی رو میزد و این ریسکو به اضافه اینکه الان همین من میخوام به همین مسئله اشاره بکنم، آقای احمدی نژاد میخواست شعارش این بود احتمالاً که بیاد بگه آقا 2 میلیون ما میخوام یارانه بدیم که بتونه همه رو بکشونه مثلا به زعم خودش نیروهای مخاطب خودش رو بکشونه پای صندوق‌های رأی، این عملی نیست. همین مسئله رو هم ما الان با خود آقای سبزوار داریم، آقای سبزوار که میگه 450 هزار تومان ما میخوایم یارانه بدیم، یک کشور این توهین‌آمیز به یک کشور نیست، به مردم شریف یک کشور نیست که این همه ثروت و این همه فرصت توسعه دارن و 40 سال همه کشورهای عقب مونده که نیروی کارشون رو میفرستادن ایران در زمان اشغال، از فیلیپین، از کره جنوبی، از ترکیه، ما به اینجا برسیم که بخوایم 450 هزار تومان یارانه بدیم به مردم؟ اتفاق ویژه‌ای نمیافتاد. ولی اینجا نکته راهبردیه که اگر آقای لاریجانی تایید میشد، اگر آقای جانگیری تایید میشد، با توجه به این که اینها زبدگی خاصی در به هر حال بحث و پولمیک داشتن و به مسائل اجرایی کاملا واقف بودن، به موانعی که به هر حال در جای دیگر در اون نهادهای انتصابی در هر سته مرکزی قدرت هست کاملا آشنایی داشتن و اگر جسارتی، اگر شوری میتوانستن در جامعه ایجاد بکنن که بیاد و جسارت این رو داشتن که چه کسی و چه قدرت‌هایی جلوگیری کردن از این که حداقل در سیاست خارجی کشور، حداقل در مسئله بعد، حداقل در راستای اون فایل صوتی آقای ظریف چه کسانی مانع این می‌شدن، خب میتونست بحران تولید بکنه. ولی اینجا الان جمهوری اسلامی با انتخابات مجلسش در سال 98 پیه به قول معروف اون چیز رو به خود صابون رو به خودش وارونده که با حداقل ترین مشارکت بی درد سرترین انتخابات رو ایجاد بکنه. این مسئله آقای لاریجانی هم یه مانوری بود که به هر حال یک اعتراضاتی تر اردوی اصولگراها را افتاد و حالا یه دلجویی هم بیشتر جنبه دلجویی داشت و اینکه شاید در آینده آقای علی لاریجانی رو در یک جاهایی در یک سمتهایی باز بتونه به کار بگیره، اما شورای نگهبان کار خودش رو کرد که بخواد نشون بده مثلا شورای نگهبان خیلی مستقل از رهبری، خیلی مستقل از نهاد اصلی قدرت در ایران، همچین چیزی نیست، با یه فتوای حکومتی و حکم حکومتی که شورای نگهبان در تفسیر این احکام و حکم‌های حکومتی رو عین خود فرمان الهی میدونه، فرمان پیامبر میدونه و قانون میدونه قطعاً گردن میذاشت. ولی این بیشتر یک مانوری بود که هم جلوی نیروهایی که میخواستن رأی سفید به خاطر اعتراض به رد صلاحیت آقای لاریجانی بدن و یا به یک نوعی قهر کرده بودن، به یک نوعی از اونها رو برگردونن به صف انتخابات و همین که آقای لاریجانی رو به یک شکلی داشته باشن و در آینده شاید در یک جایی به کارشون بیاد، چون به هر حال نیروی کاملا نیروی معتمد اینهاست. ولی در مجموع این رو بخوام بگم، حتی اگر این اتفاق هم میافتاد، همه اینها تایید میشدن، از آقای جانگیری، از آقای لاریجانی هم میومدن، درست حریف این در بحث‌های پولمیکی و در بحث‌های مناظره‌ای شاید خیلی میتونستن اینها رو بکوبن و اگر جرأت البته از خطوط قرمز عبور نکنن، چون الان طبق قانون جدید شورای نگهبان میگه حتی ما در مسیر مناظره ها اگر ببینیم یک کاندید از خط قرمز نظام عبور کرده بازم میتونیم رد صلاحیتش بکنیم.
یعنی دست پای همه کاندیدارا رو به یک نوعی بسته. باز هم هیچ چشمانداز امید بخش و هیچ اعتماد، این مهمه، اون سرمایه اجتماعی که جمهوری اسلامی باید داشته باشه یا و بتونه به اصطلاح مردم رو به سمت اکثریتی رو به سمت صندوق‌های رأی هدایت بکنه، کاملا تویی شده و تحت هیچ شرایطی دیگر من بعد، یعنی یک نقطه سرفصل و نقطه عطفی بود و خواهد بود که جمهوری اسلامی قادر به باز تولید حتی اون مشروعیت گذشته خودش نخواهد بود و به سمت یک قدرت تکپایه‌ای و اون فاز سومی که هانا آرنت مطرح میکنه فقط با سرنیزه و سرکوب باید دیگه حکومت بکنه. من بعد روی هیچ گونه پشتیبانی و تحمل مردم و ساکت بودن مردم نمیتونه حساب باز بکنه. مردم معترضن در همین در همین دوره کرونا اطلاعاتی که خودشون میدن 50% اعتراضات کارگری و بازنشستگان و معلمان و غیر و ذالک اضافه شده در همین شرایطی که خطر مرگ وجود داره. طرفی میگه من بیام اینجا باتون بخورم گلوله بخورم بهتره، چون برگردم باید برم جواب زن بچه خودم رو بدم، باید برگردم برم جواب مالک خودم رو بدم و من حرفی اونجا برای گفتن ندارم، بذار همینجا بمیرم. یعنی ببین جامعه به اینجا رسیده، به این نقطه رسیده که تحت هیچ شرایطی جمهوری اسلامی حتی عرضه، همونی که در بحث قبلی گفتم، عرضه این رو نداشت که این رانت منفی و این مفتخارگی رو تبدیل به یک رانت مثبت بکنه. این همه پول سرمایه رو شما چپ و چول کردید، دزدیدید، در بانک‌های خصوصی خودتون گذاشتید یا در خارج از کشور گذاشتید، میومدید در یک پروژه توسعه آمرانه، حتی در یک توسعه آمرانه مثل رژیم شاه حداقل این رو مثلا می‌ذاشتید که کشور رو می‌تونید اداره بکنید. این جامعه به این خودآگاهی ملی رسیده که پای این صندوق رأی دیگر نباید بره و اینجاست که من میگم یک سرفصل مهم تاریخیه. خانم فائزه هاشمی در همین میزگرد کلاب هاوسش و در موارد دیگر اشاره کرد که علی مونده حوزش و نکته جالبتری که گفت آقا من تو خیابون نمیتونم اعتراض بکنم، بیام میزننم، میگیرنم، میکشنم، تنها راه اعتراض برای من عدم شرکت در انتخاب. و بعد حمله ای که به اصلاح طلبان کرد به دنبال اون پیام ملی در شهر که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا، فائزن به نوع اینو بیان کرد. یعنی به نظر میرسه ببینید ما حکومت خاندان‌های حکومتگر داشتیم، شما اشاره کردید به رانت مثبت، ما گاهی شاهد رانت مثبت هم بودیم. مثلا دوران خاتمی اولا به هیچ وجه فساد تا این درجه نبود، ما در سطح روابط بین‌المللی روابط نسبتا معقولی داشتیم، بهترین روابط در طول تاریخ رو با عربستان سعودی داشتیم، با کشورهای حاشیه خلیج فارس، با اروپا فوق العاده روابطمون خوب بود. من خودم دو سفر خاتمی رو در فرانسه و آلمان در اروپا کاور میکردم، بودم و از نزدیک میدیدم حرمتی که برای او قائل شدن. و همچنین در امریکا با وجود اینکه آقای خرازی به دستور مقام معظم در گوشش گفت اگر با کلینتون سر میز نهار نشستی دیگه ایران نیاد و اونم غیب شد از در پشت. ولی الان رسیدیم به یه نقطه‌ای که به نظر من خیلی جالبه در تاریخ نظام‌ها، باید روی این نقاط و روی لحظات تعامل کرد. خاندان‌های حکومتگر پشت کردن به نظام. اینو گوش ندید که آقای لاریجانی میگه ممنون از رهبر که انصاف رو رعایت کرد. نه خیر، هر شب تو منزلشون، تو خونه جواد، تو خونه صادق، اون یکی باقر، غیره، هر شب جلسه است و طرح می‌ریزن که چجوری از سید علی آقا عبور کنه. حتی تماسا با خارج شروع شده. من تو جریان هستم، آقایونی نماینده مجلس هستن، نه اینکه بودند، اینا تماس با خارجی‌ها رو شروع کردن. به همین دلیل میخوام بهتون بگم نظام در حالتی کاملا متزلزله و این ضربه انتخابات میتونه کمرشو بشکنه.
میخوام باز این رو ازت سوال کنم، آیا مردم ما به این نقطه رسیدن که درک کنن چقدر عدم مشارکتشون در انتخابات اهمیت داره؟ تا چه حد میتونه زمینه های یک تحول اساسی رو فراهم بکنه؟ این رو فهمیدن مردم یا فقط یه به خاطر اعتراض رأی نمیدن؟ خب ببینید، اکثریت جامعه من فکر میکنم، ببینید وقتی در 220 شهر و در 29 استان دی ماه آبان ماه 98 میان به صحنه، در شهرهای کوچیکی که اگر یک کسی بیاد حرفی بزنه، شعاری بده، همسایه بغلیش، نیروهای اطلاعاتی امنیتی سرکوب خونش و آدرسش رو کامل میشناسن، قید همه اینها رو زدن اومدن تو خیابون. تهران نیست اگر کسی تظاهرات کنه نهایتاً صورتش رو بپوشونه که دوربین نگیرش بیاد تو خیابون و بعدش هم غیبش بده، بتونه غیب بزنه، یعنی فرصت و فرار حداقل رو داشته باشه. در شهرستان ها این خبرها نیست آقای دکتر نوزاده، و همه همدیگر رو میشناسن و این جسارت رو که میان میکنن که اصولگرا اصلاح طلب دیگر تموم ماجرا، و این که بحث شعار گذار از جمهوری اسلامی رو مطرح میکنن، و این که کمترین خشونت رو خود آقایون، این 7000 نفری رو که گرفتن مردم تو کارتاشون 20000 تومن پول نبوده، 30000 تومن پول نبوده، از همین بچه ها گردش های مالیشون، بچه های دانشجوی شما بودن، بچه های بیکار شما بودن که تحقیر شدن. کجای آقای روحانی میاد توی چیز میگه 3 سال اسرائیل و امریکا و عربستان و اینا برنامه ریختن که پس اگه طوره دیگه بفرمایید که کشور دست اوناست، دست شما نیست، که میتونن 29 28 استان رو به لرزه درارن. مردم خودآگاهی ملی شون بسیار بالا رفته آقای دکتر، به یمن تلویزیون های ماهواره ای، به یمن اینترنت، به یمن فضای مجازی، برد بدل آگاهی که دارن به شدت خودآگاهی دارن، و یک جامعه قوی مدنی ولی ژله‌ای من بهش میگم در خاورمیانه، فقط ایران. و این اراده ای که جامعه برای تحریم داره میکنه نرس در بغض. یک زمانی ممکن بود از بغض آقای میدونستن آقای خامنه ای به آقای ناطق نوریه میرفتن رای به آقای خاتمی میدن، میدونستن مثلا در یک جای آقای خامنه ای مثلا نظرش به آقای میرحسین موسوی نیست بلکه به احمدی نژاد، نهایتاً زورشون نمیرسه جنبش 88 رو خلق کنن. هر جایی میدونستن در مثلا انتخابات 92 آقا نظرش به کسی دیگه است ولی از لجش رفتن، خصوصاً بعد از رد سرعت آقای خاتمی هاشمی رفتن رأیشو بردن و موجو بردن پشتر آقای روحانی. این بازی رو مردم تمام کردن این مرحله، یعنی دیگه لج. و آقای خامنه‌ای هم، آقای خامنه‌ای هم میدید که هر کسی که مد نظرش مردم رأی منفی میدن یه درجه بالاتر میره. آقای قالیباف رد میشه، میشه رئیس قوه مجریه. آقای رئیسی شکست میخوره از آقای روحانی، میشه رئیس قوه قضاییه که بتونه برادرشو بندازه زندان. یعنی اون نهادهایی رو هم که به هر حال شبه نهادهایی که شبه اراده یا شبه به اصطلاح قانونگذاری و نظارتی هم بود، اینها رو هم بی تأثیر و ناکارآمد کرد. و این آگاهی تو جامعه رخ داده که اساساً آقای نوریزاد بیاد بشه رئیس جمهور، بیاد بشه مجلس، هم همه باش باشن، یه شورای نگهبان همه برنامه های شما رو خونسا میکنن. شما مجلس شیشم یادته، مجلس شیشم آقای خاتمی حتی دو تا لایحه رو نتونست به تصویب برسونه، اختیارات رئیس جمهوری و همینطور مسئله رفراندوم، بعدم اون قانون مطبوعات. یه نکته رو حالا که اشاره به قالیباف کردی بگم، این جالبه، خطابم به ایشون. آقای قالیباف، جنابالی روزگاری میخواستی رضاخان اسلامی بشی، روزگاری مردم بهت امیدوار شده بودن چون میگفتن یه مدیر مدبره که کار میکنه، حالا میری از هادی حیدری به خاطر یه طرح روی جلد شکایت میکنی، حالا میری از سردبیر و نویسنده و از آقای قوچانی و خانم زینب سفری و
آقای سید افضل موسوی شاید اون بخواد بله بخاطر طرح رویی که کشته کش خیلی هم برای من طرح خوبیه، طرح خیلی قشنگه واقعا. آقای قالیباف چقدر متاسف آدم باید برات بشه که اینجوری با سر سقوط کردی توی گرداب. چه باید گفت؟ یه مطلبی هم جالب بود امروز میدیدم که برادران جلیلی چشم و چراغ رهبر آقای سعید خان، ولی چه موی سفید کرده، خیلی جالبه. اینا ناطق نوری یادم نمیره سر قبل از انتخابات ریاست جمهوری یک آقای در قم میشناسمش، ایشون رفته بود پیشش که حاج آقا ما چجوری این ریشا رو سفید کنیم؟ گفت تو آقا همه میان پیش من میگن سیاه کن، تو سفید میکنی، والا تو بکن سفید. یه دفعه ناطق نوری اومد یه دست سفید. حالا آقای جلیلی هم همتا بود تا دو ماه پیش سفید و مشکی بود، الان یه دست شد سفید. آقای سبزوار هم که آقای رضایی هم که بوتاکس زدن مفصل، من این هنرپیشه هولیوودی رو میبینم کمتر از ایشون زدن، ولی ایشون که خب ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی اوضاعشون رو به راست. و آقای سعید جلیلی و اخوی هم که از لشکر پنج شما در نظر بگیرید و تا مشاورت آقای سلیمانی و آقای قاهانی، به هر حال مملکت تقسیم شده بینشون، انتخابات مجلسشون، انتخابات ریاست جمهوریشون، ولی این مردم بزرگ در واقع مردم بزرگن. یک کلیپ داریم در مورد مشارکت مردم در انتخابات، بگذاریم و با هم ببینیم. علی جان این کلیپ رو ببینیم، دومین کلیپمون هست که لطفا اینو برامون بذار. از که اول بپرسم؟ از ایشون بپرسم. از ماشون میخوام اینو متمرکز جواب بدید. سه تا کاری که این دولت انجام داده خیلی خوب بوده، دولت بعدی بهش بگید انجام بده. یا خدا چقدر سخت، اصلا هیچی تو ذهنم نمیاد، یادم نمیاد کاری انجام داده باشه که خوب باشه. چیزی که الان تو ذهنم باشه چیز خال خواسته انجام نداد، فقط گرونی آورده. باشه چه کاری کرده که خوب باشه؟ حالا یکی آقا خوب کار خوب نکرده که من بگم. فکر نکردید اول؟ واقعا فکرم بکنم. سه تا من یاد نمیدونم چه سه تایی. آره میتونم سه تا کار بعدش رو نام ببرم. ببرید. من میتونم کارایی بگم که این دولت انجام داده، دولتی بعدی انجام نده. 8 سال چه کار خوبی کرد به غیر از حریم دادن به اون کلیدش؟ یه چیز دیگه هم اجازه بدید ببینیم، مقام امام راحل در مورد معیشت مردم در زمان شاه، جملاتی فرمودن، اونم بشنویم و بعد با حمید عزیز به پایان ببریم بحثمون. همه جای ایران بیچارگیست، مردم خانه ندارن، مردم هیچی ندارن. اونجایی که معدن نفت است روی این معادن، همون مردم اونجا نشستند و گرسنگی میخورند، سر و پای برهنه را میرند. گاهی من از اینجا که یک دفعه که عبور کردم از همون طرف اهوازونها، از این دعات اطراف، از این راهی که ما میرند، بله عبور کردم، دیدم، بعدم همه ملت رو خانه‌دار کردم، نفتشون رو بردم در خونه دادم. خدایا ای کاش دروغم کنتور داشت، کنتور مینداخت آدم، میدید هر کس در عمرش چقدر دروغ میگه. همه جان ببخشید، یک بگذار با این سوال رو پایان بدم. تصور تو چیست؟ آیا فکر میکنی رئیسی انتخاب بشه یا جلیدی، یا یه رفعه ناگهان یکی از این بازی ها میشه ناشناسترینشون میاد بالا؟ و دلیل این که به هر حال سوگلی رهبر، گماشته رهبر در قوه قضاییه هست، و اگر ایشون ببرد به یک نوعی پاش سر پوست خربزه است، اگر هم ببازد پاش سر پوست موز خواهد رفت. یعنی در هر شکلش کاریزما و اون حاله قدسی که برایش ساختن به باد خواهد رفت. اما فعلا تا این لحظه اتفاق ویژه‌ای در آرایش نیروهای سیاسی درون حکومت رخ نداده. موج که چه عرض کنم، طوفانی هم در فنجان ایجاد نکردن تو جامعه که بخوان به غیرت و تعصب وادار کنن مردم بیان پای
رای تا این لحظه میتونیم بگیم خب آقای رئیسی میخواد برنده این انتخابات بشه، در صدر میدادن یه 20% هم امدادات غیبی شاید مسئله حل بشه. ممنونم عزیزم، مرسی حمید آصفی عزیزم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیز حمید آصفی نویسنده روزنامه‌نگار تحلیلگر تا دیدار بعدی در پناه پرورد.